سلام، حالتون چطوره؟ توی این ویدیو میخوام بریم سراغ ساختن یه استوری موشن، البته یه تکنیک استوری موشن رو داخل این ویدیو میخوام با هم دیگه یاد بگیریم. از این تکنیکا دیدید دیگه که چشمک میزنه پشت سر سوژه، به همین شکلی داریم میبینید چشمک زن، حالا یه متنی دیده میشه، میخوایم توی این ویدیو اینو یاد بگیریم. خیلی راحت داخل فتوشاپ طراحیش میکنیم، میبریم داخل افتر افکت بهش موشن میدیم. به همین خفنی. پس اگه موافقید بریم سراغ آموزش، با من همراه باشید. قبل اینکه برم پشت سیستم، خوشحالم میکنید اگه ویدیو رو لایک کنید، از اون پایین سابسکرایب کنید. کلی ویدیوی آموزشی از داخل کانال که حیفه اگه نبینید. من میرم پشت سیستم، شما با هم بیایید. خب برای اینکه ما بتونیم یک متنی رو خاموش روشن کنیم، در واقع باید هم خاموشش رو طراحی کنیم هم روشنش رو، یعنی یه جورایی شبیه سازی کنیم که شکل حالا نئون یا لامپ بشه. خب ما الان میخوایم این پشت سوژه متن نیما اکرامی رو می‌نویسیم. نیما با حروف بزرگ می‌نویسم، هم قشنگ‌تر میشه. این نیما اکرامی، فونت مربع، در واقع بولدترین حالتش که میذارمش مثلا اینجا، حالا بالا میذارم ببینیم، بعد میاریم پایین. الان ما اینو در واقع درست کردیم. اینو باید اول یه دور خاموشش رو طراحی کنیم. برای اینکه خاموشش رو طراحی کنیم، میام از اینجا یه استروک بهش میدیم، استروک به سایز مثلا حالا 3، فیل رو 0 میکنیم که به این حالت بشه. حالا استروک هم میتونیم کوچیک یا بزرگ کنیم، بذاریم کوچیک‌تر بشه بهتره، یا میتونیم این ساید بذاریم یا سنتر بهتره. به این شکلی که میبینید خیلی خوشگل ایجاد میشه. حالا یه دونه کنترل جی از همین میگیریم، میاریم بالا. حالا اینو دومیه رو باید در واقع روشنش رو طراحی کنیم. پس استروکش رو حذف میکنیم، یه در واقع کالر اوورلی بهش میدیم که رنگ بگیره. حالا استروکش خاموش نشد، استروکش خاموش میکنیم، یه اودر گلو بهش میدیم، یه اودر گلو در واقع سفید. اینو میذارم روی نورمال، اپاسیتی رو زیاد میکنم، یه ذره سایز بهش میدم، میبینید که روشن بشه، انگار که واقعا حالت لامپ داره. میبینید به همین شکل. حالا اینو میتونیم به دو مدل طراحی کنیم. اولی رو من میام در این حد خیلی کوچیک یه حالت شاین براش میذارم، گلو که انگار روشن شده، در این حد این مدلی. بعد اوکیش میکنم، کلیک راست میکنم، کانورت تو اسمارت آبجکت رو میزنم، یک بار دیگه بهش اودر گلو میدم، اما این بار سایزش رو افزایش میدم اینجوری بشه، میذارم اوپسیتیش کمتر که یه حالت نور باستابی داشته باشه، به این شکل یه باستاب نور جذابی داشته باشه که دو بار اودر گلو با اسمارت آبجکت در واقع امکان پذیره. خب الان تقریبا یه چیز قابل قبول شد، این میاد پایین میمونه روش و فقط کافیه که داخل افتر افکت خاموش روشن بشه. میبینید همین اتفاقی که داره میفته رو داخل افتر افکت یا پریمیر میتونیم انجام بدیم، حالا با کی فریم گذاری یا کات زدن. این دوتا رو من میارم پشت سر سوژه میذارم اینجا و این فایل پی اس دی رو ذخیره میکنم، نرم افزار افتر افکت رو اجرا میکنم. وقتی اجرا شد از منوی پروژکت اینجا در واقع اون پی اس دی رو روش دابل کلیک میکنم، به این شکل ظاهر میشه، اوکی میکنم، اینجا روی این قسمت دابل کلیک میکنم تا تمامی در واقع لایه های فتوشاپ هم اینجا هم در واقع باز بشه. این دیگه خواب چیزیه که کسایی که استوری موشن میزنن بلدن. و حالا این لایه اگه دقت کنید، این لایه همون لایه ای که باید خاموش روشن بشه. حالا مثلا میشه با یک روش خیلی راحت با کی فریم گذاری اوپاسیتی این کار رو انجام داد. مثلا حالا بر اساس همون آهنگی که دارید، ما در نظر میگیریم که یک استوری موشن کامل، هرچند این تر میتونست خیلی کامل تر هم باشه، ولی خب برای حالا آموزش کافیه. سر ضرب آهنگی که داریم میایم، فقط کافیه که اینجا از منوی ترانسفورم اوپاسیتیش رو کی فریم گذاری کنیم. الان اوپاسیتیش 100% یک کی فریم میدم، خب میذارمش رو 0، یه ذره میام جلوتر میذارمش روی 100 و دوباره میذارمش روی 0. ببینید چجوری میشه خاموش روشن. نکنید خاموش روشن. حالا میتونه این سریعتر اتفاق بیفته، پس کیفرما رو میتونیم نزدیک به هم کنیم. میبینید حالا مثلا یکی دیگه میتونه در واقع خاموش باشه، خاموش، یه ذره بیاد جلوتر روشن بمونه، یه چند ثانیه این ورتر باز هم همچنان کی فریم خالی روشن بمونه، دوباره اینجا خاموش. حالا اگه نگاه کنید به این شکل میشه، روشن میشه، خاموش. حالا میتونیم از همینا کپی بگیریم، مثلا اینو یه کپی بگیریم، کنترل سی اینجا پیست کنیم، دوباره مثلا یکی دیگه اینجا پیست کنیم، یه دوباره مثلا از همین اینجا پیست کنیم، یه ذره اینا رو نزدیک‌تر کنیم. حالا اگه نگاه کنیم یه همچین چیزی در میاد. اینا دیگه روی ضرب آهنگ میتونه گذاشته بشه به همین راحتی. حالا توی پریمیر هم اگه باشه میتونین کات کنین، یکی در میون کات کنین که خاموش روشن بشه. در واقع اینا اگه کات بشه، یکی در میون با فاصله مشخص میتونه دقیقاً همین چیزی که الان دارید میبینید رو اجرا کنین. اینا دیگه به خلاقیت خودتون برمیگرده که چیکار کنین. به همین راحتی
فقط کافی که یه ذره خلاقیت داشته باشید تا بتونید به درستی از این تکنیک‌ها استفاده کنید. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. اگه دوست داشتید حتما لایک کنید، واسم کامنت مثلا چی بنویسید تو کامنت که متوجه بشم تا آخر همراه همین. مثلا بنویسید عجب نئونی، متوجه بشم تا آخر همراه هم بودید. مرسی که ویدیوها رو داخل یوتیوب نگاه میکنید، حمایت میکنید و دانلود نمیکنید ویدیوها رو. دیدن شما خیلی ارزشمنده واسه ما داخل یوتیوب و مرسی که حمایت میکنید. دمتون خیلی گرمه. تا یه آموزش دیگه و یک ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ.